בשם השם נעשה ונצליח. תורה שבת, פרשת כי תשא. כי מפרמוד, וידבר השם אל משה לאמור, כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. השם במשה שנים פרמות, הן גם מכיף הזנון ישראל, אונהי כמשמול סר שמורי משבן, סר שמורי מכוני, הר מרדי בהוי רף בלו על ג'ונש, דרוי השם בפרדוזת, تا موقعی سرشماری اونها برای ایشان بلایی پیش نیاید. پس از اینکه یسالها در بیابان گوساله پرستی کردن، هشم تصمیم گرفت تمام یسالها را برها کند. موشه ایستاد به تفیلا و گفت یشم یا یسالا را ببخش یا اینکه مخنی نام سفرخا اشرکا تبتا نام من یعنی نام موشه از کتاب یعنی از تورا حذف کن، یعنی موشه را فدای یسالا کن. اشه فرمود اون کسی که به من گناه کرده من وی را نابود میکنم. موشه گفت پس قسمی که به اجداد اونها منعقد نبودی چی میشود؟ اشه فرمود من تو را زنده نگاه میدارم، اولادای تو را زیاد میکنم، اولادای تو را به موسی زمین موعود میبرم و قصر من جای خودش محفوظ است. موشه گفت انسان جایز الخطا است، از کجا معلوم که اولادای من خطا نکنند؟ ولی که اونها سه تا پشتیبان مثل ابراهام، اسحاق و یعقوب دارن، ولی اول فرزندان من فقط پشتیبانش من هستم. از این گذشته وقتی مصریان این جریان را خواهم فهمید چه خواهند گفت؟ اونها میگوین اون خدایی که این ملت را با ده تا معجزه از مصر بیرون آورد تا به سرزمین موعود ببرد، چون توانایی اون را نداشت که اونها را به سرزمین موعود ببرد، اونها را در بیابان از بین برد. اشم فرمود سالختی که دواره خواه و پیروبی حرفای تو این ملت را بخشیدم. الان اینجا می فرمود تیسا، کی تیسا؟ هرگاه سرشماری کنی تیسا معنی شمردن نمی دهد. خوب تو را از کلمه تیفقود یعنی سرشماری کردن شمردن استفاده کند. تیسا یعنی حمل کردن، بالا بردن. چون هشه میخواد اینجا مقام به منزلت موشی که حاضر شد خودش را فدای یسالا کند در نظر ملت بالا ببرد.
اشه فرمود فرزندان ذکور از سن 20 ساله به بالا هر کدام نیم مثقال نقره بدهن و اون نیم مثقال ها را بشمارن تا تعداد افراد اسرائیل معین شود. البته از سن 20 ساله به بالا ذکورها. اما چرا نیم مثقال؟ در تورات تاکید می کند که اشخاص ثروتمند بیش از نیم مثقال ندهند و فقرا هم از این مبلغ کمتر ندهند. اما چرا نیم مثقال؟ برای اینکه فقرا اگر نداشتند خجالت نکشند از ثروتمندان میگیرن بپردازن. یا به عبارتی دیگر، به علتی دیگر، ما میدانیم وقتی که برادران یوسف را به قافله ایشوالین فروختن، تورا میفرماد به اسیم کاسف نیمکروز یوسف 20 کسف، کسف واحد پول هست، 20 کسف برابر بود به 5 شکل. سالا میگوییم 1 دلار برابر چند یورو هست. 20 کسف هم برابر بود به 5 شکل. اولا وقتی خواستم 5 شکل را بین در و تقسیم کنم بر کدام نیم شکل رسید که با اون کفش خریدن. چرا کفش؟ چون کفش برای خواهش خیانو ندارد. اینجا هشه می فرماد هر کدام نیم مثقال نقره بدهن برای کفاره گناه مخیلت یوسف. هشه به ابراهام فرموده بود اولادای تو بایستی 400 سال در کشوری که مال خودشان نیست خدمت کنن. ولی هشم نفرموده بود اون کشور کشوری میست باشد. و از طرف دیگر مصریان بیش از اون چی که خدا فرموده بود عیسی‌ها را اذیت کردن و بایستی که همه از بین بروند، نابود شوند. اما از اونجا که خدا بدی بندگان خودش را نمیخواهد، حتی بت‌پرست موشه، اشه به موشه فرمود به فرزندان اسرائیل بگو از همسایه های خودشان اسباب نوره، طلا و غیره بگیرن تا این فدیه جانشان شود و نمیرن. و یه سالا همی کار را کردن. در تورا بفرماد به نسلو ات مصرائیم، یعنی مصری ها را از مرگ حتمی نجات دادن. باید یادآور شوم در اون 3 روزی که برای مصری ها تاریکی بود، برای ملت اسرائیل روشنایی بود. بگستان ها به منزل مصریان رفتن، تمام ظروف اونها، نقره، طلا، غیرو، لباس ها همه دیدن. اما یک سر سوزن دوزی نکردن. خدا از اینجا خیلی از این سالا خوشش آمد. در موقع که یک سالها مشغول بستن چمدان ها بودن، موشه به خود گفت یوسف صدیق در موقع وفاتش به یوسف قسم داده بود
وقتی از مصر بیرون رفتید حتما استخوان‌های مرا با خود ببرید. الان 210 سال می‌گذرد. هیچ کس نمی‌داند هارون یوسف کجاست. فقط دهان به دهان گفته شده بود که مصریان یک هارون قد شدن از آهن ساختن و یوسف را در اون گذاشتن، در یکی از دریاهای مصر انداختن که همیشه بماند به برخایی یوسف شامل حال مصریان باشد و کسی نتواند اون را از دریا بیرون آورد. از مردم اون زمان کسی زنده نبود به جز ساره و تاشیر. موش آمد نزد ساره و تاشیر، گوی ساره، آیا تو می دانی هارون یوسف عمویت را در کدام دریا انداختن؟ ساره گو بلی. امرای موشه شد رفت سر اون دریایی که یوسف را هارون یوسف انداخته بودن، به موشه نشان داد. موشه قطعه طلا برداشت و روی اون نوشت اله شور اله شور، بالا بیای گاو، بالا بیای گاو. چون یعقوب آبینو علیه السلام موقعی که فرزندان را برخواب میکرد به یوسف فرمود بمپراد یوسف بمپراد علی آین بانو سعدا علی شور. بعدا موشه با صدای بلند فرمود ای یوسف، تو به فرزندان اسرائیل قسم دادی که موقعی رفتنشان از مصر استخوان‌های تو را با خود ببرند. الان اسرائیل عازم بیرون رفتن از مصر هستند. اگر تو خودت را نشان دادی، تو را با خود خواهیم برد. اگر نه، از اون شبهایی که به اسرائیل دادی ما پاتور باشیم. همین که اون تلیبس رو در دریا انداخت، هارون یوسف که چند تون وزنش بود و بعد از 210 سال خربارها لجن روی اون گرفته بود، مثل یک نی قلیان بالا آمد و هاشم اینطور نیروی به موشه داد که هارون را برداشت و یه دوش خودش را داشت. تلیس توی که موشه ربین آراب شالوم در دریا انداخت، با جریان آب به بحر احمر آورده شد. وقتی که یه سالها از مصر بیرون می آمدن به دریا بالا ناخوش شده بود، اون تلسمی که موشه نوشه بود علی شور به دست دو نفر برادر، یکی به نام یونس و دیگری یومبولوس که اونا فرزندان بیرام بودن و جادوگران بسیار ماهری هم بودن. یا باشه در خدمتتون تا بگیم در کجا این تلفت را به کار بردن. وقتی که موشه ربین و آرام و شالوم برای گرفتن تورا لوحوت به کو رفتن، دو شبات زور بود. به سارا گفتن ما چه روز دیگر برمیگردم. یه سارا خوب بود از روز سه شبات صبح حساب کنن عبر روز.
همه ساله ها اشتباه کردن. همه روز دو شبات گفتن امروز یه روز. دستوری تورا بفرماد و ای ارب و ای بغر رو میخواد. یعنی اول باید عصر، بعد شب، بعد دیگه صبح شد، جز روزی هست که در پیش داریم. جا یه روز اشتباه کردن. روز 39 آمدن نزد اور پسر مریم که پدرش کالی بن یفونه بود. گفتن موشه که ما را از مصر بیرون آورده بود، نمیدانیم چه شده. اونا کفت گفتن. گفتن موشه که ما را از مصر بیرون آورده بود، چون که هشم در اول دفرما می فرماد آنوخی هشم الوخا هشم اوستخا مرس مصرائیم، من هستم خدا که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردم. حالا چرا از هور رفتن؟ چون موشه قبل از رفتن به کوه هورا مأمور کرد که جماعت هر گونه مشکلی دارن نزد هور بیان تا براشون حل و فصل کند. وقتی هور به اونا گفت که شما اشتباه میکنید، فردا باید موشه بیاید، انقلاب اون همونجا او را کشتن. سپاه نزد اهرون آمدن. گفتن آیا تو حاضری برای ما بوتی گوسالهی بسازید شبیه همون گوسالهایی که ما در مصر دیدیم؟ اهرون وقتی شنید که او را کشن بسیار ترسید. و اگر من بگم نه، ممکن است که من را نیز بکشن، موقع دیگر هشم برای دشمنان اسرائیل اونا را زنده نخواهد گذاشت. اهرون با خودش فکر کرد که من بهتر است اونا را سرگر کنم تا امروز شب شود، فردا هم موشه می آید، همشی جای خود محفوظ است. اهرون گفت که زنها طلا و زینت‌آلات خودشان دوست دارن، قاضی نیستن به این سادگی اونا را در اختیار شوهرشون بگذارن. اهرون به جماعت گفت برید طلا و نقره خانماتون را به خود بیارید. هیچ کدوم زنها حاضر نشدن این سر سوزن از طلا و نقره به شوهرانشان بدن برای ساختن گوساله. به هشم در اینجا یک پوان مثبتی به زنها خانما داده است که گریه زن و دعای زن به مراتب بیش از گریه دعای مرد در حضور هشم قبول می شود. متاسفانه مردم اون زمان همه در گوشاشون گوشواره، در بینشون حلقه طلا، سینه‌بند، دستبندند طلا داشتن. اونها از طلا و نورایی که همراه خودشان بود بیرون آوردن به جلو اهرون گذاشتن. در ظرف نیم ساعت خیلی طلا و نقره و خوب کوره بسازید. نیت اهرون ساختن بت نبود، گوساله نبود، گوینا را سرگر کنم. اونا فوراً به ساحل آوردن و کوره را ساختن و روشن کردن. اهرون گفت تله ها را در
کوره میگذارم تا یه تخته شود، چکشکاری کنم، یک طوری وضعی شود که امروز شب شود. در این اطلاع نقره هایی که به اعراب میدادن، اون پسران بلعام با اون تلیس جادو کرده بودن و اهرون بدون اینکه اینها را زمین بگذارد، چون هر چیزی که با اون جادو کرده باشن اگر زمین بگذارن جادو باطل بشود، ولی اهرون از یک دست گرفت و همطور مستقیم وارد کوره انداخت و گوساله ای چون نوشته بود علی شور، یک گوساله ای از بیرون آمد که امی گفت آنوخی اشه ملوخا اشه اصدخا میس اسرائیم، من خدای خالق تو هستم که تو را از میس بیرون آوردم. چون این سالا در مصر دیده بودند که مصری ها گوساله پرستی میکنند، گاه پرستی میکنند، افتادند دنبال این گوساله و سه تا گناه انجام دادند. اول بود پرستی، دوم گلوی ارایوت یعنی زنا، سوم شفق دامیم قتل که خون او را ریختند. اهرون قربانگاه ساخت، به جماعت اعلام کرد حق اشه مهار فردا جشن خداست، عید خداست. یعنی خطاب به اونهایی که از دستورات تورا میگذارن و میگوین امروز باید خوش باشیم تا فردا، مالی هر کسی به دستشان افتاد میخورن میبرن، اونا باید بدانن که فردا یا هست که اونا باید در پیشای هشم دین و حساب دهن. در موقع هشم موشه فرمود، پنج تا موضوع به موشه فرمود هشم: رد پایین برو، کشید امه خواه اشه استاد خواه ملت اسرائیل، فاسد شد ملت تو، ملتی که تو از مصر بیرون آوردی. موشه خیلی ناراحت شد، به شفا بوده یا شم در پای کوره سینای که اونها گفتن نعسه به نشما، تو فرمودی بنی بخوری اسرائیل، حالا که گناه کردن ملت من شدن. هشم میفرماد موشه اینا که الان گوساله پرستی میکنن فرزندان اسرائیل نیستن، اونا ایربراو هستن که در کشور مصر از من خاصی اونا را بیرون بیاورم از مصر. من گفتم نه اصلا نیست، باید توضیح دم که موقع که بنی اسرائیل میخواستن از مصر خارج شوند، بعضی جای اخامه فرمودن 40,000، بعضی فرمودن 60,000 نفر ایربراو اومده گفتن ما به خدای تو ایمان آوردیم میخواهیم اسرائیل شویم. موشه فرمود اجازه بدید تو از هشم سوال کنم. هشم فرمود موشه اینها اولاد ابرام و عیسی و یعقوب نیستن، اینها میخواهم از زیر بار مصریان فرار کنن، به صلاح نیست. موشه گفت هشم اونا میخواهن از بت پرستی دست بردارن و خدا پرست شون، من اونا سوال میکنم. هشم فرمود خود دانی. یا هشم فرمود اینا که من سلام ندیدم، تو به میل خودت اونا
از مصر نوبردی، اونها مرتکب گناه شدن. دوم میفرماد اصول لایم ایگل مسیحا، اونها برای خودشان گوساله پرستیدنی درست کردن، به اون پرستیدن، ایشتاولو تعظیم کردن به او، به یزبخونو زیب کردن برای او. موشه خوب بود، اما موقع اون لخود که در دستاش بزن از زمین بشکند، ولی موشه کار را نکرد. اگر بگی موشه نفهمید، حس شنواییش کم شده بود، تو را بفرماد در سن 120 سالگی حواس پنجگانش کاملا هر کدام جای خود بود. اگر بگی باور نکرد، عشق دارد به او صحبت میکند، چطور میکند که باور نکند؟ اون لغوت با اون سنگینی از بالای کو با پای برهنه اونها را با خودش پایین آورد، تا وقتی با چشم خودش دید که سالها دارن گوسال پرستی میکنن، اونا را زد زمین و شکست. یعنی یک درس اخلاقی به من و شما به تمام افراد اسرائیل تا آخر جهان میدهن که نباید انسان چیزی که با چشم خودش ندیده و شاهد هن نبوده هست قبول کند و شایعه پراکنی کند و آبروی خانواده ها، دخترها، پسرهای دیگران ببرد و باعث همپاشیدگی خانواده به خانواده ها شود. مثل که دارم زیادتر صحبت بکنم، ازش این میتربم همیشه خودش راهنما و کمک همگی ما باشد و سلامتی و تندرستی و شادی به همگی ما نتا بفرماید و هر کدام هر گونه گرفتاری داریم هشم خودش به خوبی برطرف نماید. بفرمایید آمین. کولخیم تیگو برخیم. شباز شلوم.